اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری. بر آسمان میهن غمگینم پرواز میکنم، رویای خانه پدری از پشت ابر و عشق تصویر مبهمی است، یک سایه، یک ترانه، وقتی تنین نام تو پرواز را آواز میکند. بال همای چوبی بر پهنه خلیج همیشه فارس هاشور میزند. اینجا رویای زاهدان دروازه جوانی من بود. شیراز بر فراز جوانی بیدار میشود. بر اسب ابلقش میراند تا مرو دشت. آنجا میان مرگ و جوانی دارا هنوز چشم به راه است. مهر سکندری اما با تیغه های خونی کیلویه با باد مرگ گذر دارد. یک لحظه است آه. آنجا شهر کویر و خاک مزدا عبور خاکی خورشید را آواز می کند. در پای بادگیر قدیمی در سایه سار خواب یک لحظه بیش نیست پرواز اصفهان. تا انتهای معزنه و پل، میدان بی‌نهایت و رقص تاجران ونیزی. آنگاه آغوش می‌گشاید ری. یک لحظه از خواب در راستای درد. مادر هنوز در پشت شیشه شب و اشکش بیدار است. بیدار بود. علیرضا نوری‌زاده. چهارشنبه سوم فروردین 23 ماه مارچ یا مارس به شما سلام میکنه. سومین روز از نوروز. رافائل یکی از بینندگان همیشگی من از اسرائیل تلفن زد، گفت نمیدونی چقدر من شما رو دوست دارم و ایران فردا رو، و تعریف کرد که شما به جای اینکه ساز و آواز و بزن و بکوب داشته باشید و رقص، با مردم ایران بودید، در خانه های ایران بودید که چه وضعی داره. رافائل یکی از انسان های صادقی که عاشق ایرانه، عاشق ایران، و تنها آرزوش اینه یک بار دیگه ایران رو ببینه، ایران آزاد که در اون فرقی بین شیعه و سنی، بلوچ و کرد و عرب و آذربایجانی، فرقی بین بهایی، مسلمان، کلیمی، یهودی، مسیحی و زرتشتی نیست، فرقی بین اتئیست و دیندار نیست. اون ایران رو به دست خواهیم آورد. من امروز دعوت کردم از دوست قدیمی هزار سالم دکتر رضا حسین‌بر که با ما باشه. برای حسین‌بر یک بلوچ آزاده است که تمام سالهایی که من به یاد میارم در خدمت بلوچ بوده، بلوچستان و ایران، و او هم آرزوش سربلندی و سرفرازی ایران زمین است. درود میفرستم آقای دکتر حسین‌بر با تبریک سال نو. سلام و درود به شما جناب دکتر نوری‌زاده، سلام و درود به ملت بزرگوار و شریف ایران.
من هم عید نوروز به همه تبریک میگم و دکتر جان چه خوب شروع کردید با اون شعر بسیار بسیار زیبا که حتما بلا فاصله گفتید و این چه عادت نیکویی شده که واقعا شعر به مناسبت روز خود به خود در ذهن شما میاد و احساسات شما رو تبلور میکنه. بهتون واقعا تبریک میگم. ممنونم دکتر سیمبول. من بگذار برنامه رو با گله از یک هموطن بلوچ و یک هموطن خوزستانی آغاز کنم. هموطن بلوچ نوشته برای من که آقا این حرفا چیه شما میزنی عید نوروز؟ ما عیدمون عید قربان و عید فطره و بنابراین این حرفا بی ربطه. یعنی دقیقا همون حرفی رو میزنی که اون آخونده زد که عید نوروز مال گبراس، مال زرتشتی هاست و ما عیدمون عید قدیر هم اضافه کرد چون شیعه است. که من بهش گفتم آقا جان 1,200,000,000 اصلا عید قدیر رو قبول ندارن، تو چی داری میگی؟ حالا آقای احمدی نژاد هم که گفت به به چه خوبه امسال عید با نیمه شعبان یکی شده با تولد صاحب زمان. گویی ملت ایران 3,000 سال تولد صاحب زمان رو جشن میگیره. آقای دکتر حسین بور، بلوچا با نوروز چه برخوردی دارن؟ بلوچایی که بنیانگذار ایرانه. نوروز تمام شواهد تاریخی نشون میده که از زمان پیشدادیان و کیانیان شروع شده، زمانی که اون سلسله های بزرگ که از اون منطقه بودند یک دنیای نو ساختند، شروع کردند به آباد کردن ایران و وقتی که شروع کردند به جشن گرفتن متوجه شدند که و سالها رو و روزها رو ماها رو ترتیب دادن با روز نو یعنی نوروز شروع کردن و این از قدیمی ترین جشنهایی هست که در تاریخ سیستان به طور مفصل دربارش نوشته شده، در تمام کتب تاریخی به طور مفصل دربارش نوشته شده و همگی میگن که اصل و اساسش از اون دوتا سلسله بزرگ شرقی ایران هست. کاری که انجام شده اینه که عده‌ای از این ملاهای متعصب، روحانیون متعصب میخواستند که تمام تمدن پیش از اسلام رو به طور کلی از بین ببرن و یک شخصیتی به نام روملو در زمان صفوی ها یک کتابی در 10-12 جلد نوشت، برد پیش یکی از این پادشاهان صفوی و او ازش پرسید که این کتاب راجع به چیه؟ گفت که اینها 11 جلد مثلا راجع به تاریخ ایران سابق و 1 جلد راجع به شما. گفت که پیش از ما آقای دکتر، پیش از ما صفوی ها که ایران تاریخ نداشته، اونا رو همه رو ببرید بسوزونید، فقط اون 1 جلد رو نگه بدارید. بله. بنابراین برخورد روحانیت یک برخورد تمدن ستیز بوده که هر چیزی رو که پیش از اسلام هست از بین ببرن. بنابراین یک جوان بلوچی که در یکی از دهات بلوچستان به دنیا اومده و هیچ وقت هم رنگ شهر رو ندیده، چیزی رو که شنیده حرفای ملای دهش هست یا روحانیتش هست، اون نمیدونه که تاریخ با عظمت سیستان و بلوچستان قبل از اون و بعد از اون چی بوده. بنابراین این حرفا رو میزنه بدون اینکه تاریخ رو بدونه. دکتر سیمبول برام بگو که نوروز رو شما چه جوری جشن میگیرید؟ اصلا دلم میخواد یه تصویر نوروزی رو بدید از سیستان و بلوچستان. بله، ببینید نوروز همزمان هست با اولین روز بهار. بله. و در بلوچستان هم بهش میگن بهارگاه. زمانی رو که بهار شروع شده، دشت و بیابان پر از گل و سبزه شده، موقعی است که زندگی دوباره بازگشته. اونهایی که در شهرند همونجا در همون شهر این رو جشن میگیرن، عده دیگه هم میرن به خارج از شهر و در اونجا به عنوان بهارگاهان میرن و در اونجا جشن میگیرن. بنابراین شاید در قدیم ها به صورت رسمی که امروز 7 سین هست اینو به اون صورت در بسیاری جاها میگرفتن، در بعضی جاها هم نمیگرفتن.
ولی در قسمت شمالی بلوچستان که منطقه سیستان تا فراه، نیمروز و هلمند و تا جنوب هرات، همه اون مناطق این روز و به عنوان روز نوروز جشن می گرفتند و بسیار با شکوه نگهش می داشتند، به همین صورتی که هفت سین باشه و اون مراسم دیگر. ولی در منطقه جنوبی بلوچستان به عنوان بهارگاه هست که مردم هر کسی در حد خودش به هر صورتی که میخواد این بهارگاه رو جشن میگیره، که بهارگاه مفهوم دیگرش همون نوروز هست. ما وقتی که انقلاب شد، من یادم بلوچستان جز جاهایی بود که مردم میرفتن نوروز و همینطور خوزستان، یعنی عرب های ایرانی هم نوروز رو جشن با شکوهی میگرفتن مثل بقیه اقوام. کردها که دیگه اصلا چه جور با شکوه همین پریروز در کردستان به اشنویه حمله کردن، ماموران رژیم و مردمی که میرقصیدند و آواز میخوندن زیر ضرب و شتم قرار گرفتن. میشه فیلمش رو پخش کنید که آقای دکتر حسین بارم ببینه این فیلم رو که حمله. آقای دکتر، روز عید مردم اومدن تو میدان شهر، زن و مرد با هم میرقصن و من راجع به این با شما صحبت میکنم چون اخیراً سه جلد کتاب به دستم رسیده، سفرنامه های بلوچستانه که یکیش قدیمیه مال ماموران انگلیسی و بلژیکیه و بقیه جدیده، یکی رو آقای برقعی نوشته و چند تن از فیلم سازان رادیو تلویزیون که رفتن از کشاورزی بلوچستان، از آبیاری، از ماهیگیری اینا فیلم گرفتن و گزارش هایی هم نوشتن که من راجع به اینا با شما صحبت خواهم کرد چون بسیار مهمه. حالا اول فیلم رو با هم ببینیم. مردم دارن شادی میکنن، ماموران رژیم گلوله میزنن. یعنی شما فقط تصورشو بکنید، روز شادمانی مردم، رژیم وحشی وحشیانشو فرستاده به سراغ مردم.
ضمن درود واقعا به این مردم آزاده، به مردمی که به سنتاشون ارج می نهند، اجازه بدید من سری به این یادداشتا بزنم. یادداشتی که خارجی ها نوشتن، خب اشاره کردن به سرداران و به طایفه هایی که اونجا بودن، بعضا اختلاف داشتن، به ظلمی که حکومت قاجار بهشون می کرده. و بعد سفرنامه های جدید که می خونیم، یکیش از نگاه آدمی است که با رژیم گذشته بده، اسم ملی مذهبی به خودش گذاشته و مدعی هم بودن که بعد از انقلاب قرار بوده ایشون رو استاندار بلوچستان کنه. و در این نوشته من چند نکته دیدم که خیلی برام بد بود، دردناک بود. یکی این که بله، جوانای بلوچ اومدن شهری شدن و فکل گذاشتن و لباس سنتیشون رو در آوردن. به قول برام مشیری میگفت آره، تنبونای پدرای ما خیلی گشاد بود، شبا که میرفتن دزدی 6 تا هندونه توش جا میگیره. و حالا بله، میگفت 6 تا تو هر پاچه 6 تا هندونه خربوزه دزدی که میرفتن جا. حالا قرارم اینه که این توهین به بلوچ‌ها، و در این حال اینکه بله اغلبشون نشستن یه گوشه مشغول شیره کشی و تریاک کشی، و این با بلوچستان قبل از انقلاب به نظر من زیاد سازگاری نداره. ولی یه جاهایی مجبورن بنویسن سپاه دانش داره کار میکنه، سپاه بهداشت اومدن حمام درست کردن. غیر آی دکتر حسین‌پور، عادلانه یه تصویری از بلوچستان در اون سالهای آخر بدید. محرومیت ها رو میدونیم، بگید ولی چه تحولی در بلوچستان داشت رخ میداد، در سیستان و بلوچستان؟ بله، بنا به دلایل تاریخی بلوچ ها خودشون رو منزوی کرده بودند به مدتی طولانی، و این انزوا هم عمدی بود که نمیخواستند با دیگران قاطی بشن. به قول خودشون میگفتند که ما نمیدونیم که این دیگران که هستند، ممکنه که اخلاق عمومی رو فاسد بکنند. چند تا رابطه هم که داشتند متاسفانه بعد از آب در آمده بود. بعدن بلوچ ها متوجه شدند که این انزوایشون موجب شده که از دنیا عقب بمونند، برای اینکه دنیا دنیای درس بود، دنیای دانش و علم بود، و نمیشد با سبک زندگی گذشته که اونها رو به هر حال باقی نگه داشته بود در تاریخ، با اون سبک زندگی دیگه نمیشود ادامه داد. برای همین هم بود که خب بلوچ ها خودشون رو شروع کردن به مدرن ساختن و لباس هایشون رو بعضی عوض کردن، بعضی لباس های خودشون رو بسیار بسیار تمیز کردن، لباس های سفید پوشیدن که همین الان شما میبینید، و در ضمن یک حبی برای علم و دانش درشون پدید آمد. مدرسه گرچه نبود در اون زمان ها، و مدرسه از 5500 تا روستا در حدود مثلا 50 تا مدرسه در روستاهای مختلف وجود داشت، در حدود 7-8 تا دبیرستان هم وجود داشت. بنابراین فرصت آموزش برای همگی فراهم نبود. بلوچستان هم همونطور که میدونید بسیار بسیار بزرگه. امکان سفر از یک نقطه به نقطه دیگر در جایی که اتومبیل و ماشین وجود هم نداره بسیار بسیار دشوار بود. بنابراین اغلب مردم بی سواد باقی موندن، و بعدها هم که دیگه من و شما در موقعیت‌های مناسبی بودیم، وقتی که این مسائل رو مطرح می‌کردیم با مقامات هم باور نمی‌کردند که چجوری آخر این همه پول فرستادیم و موجب ادامه تحصیل بچه‌های بلوچ نشده. وقتی هم که ما توضیح دادیم اصلا برایشون غیر قابل باور بود. به هر حال اون چه مسلم بود که یه تعدادی جوان بودند، اینها هم چون نه درس خونده بودند و یا اگر درسی خونده بودند مثلا تا 4 ابتدایی بود، بیشتر نبود، اینها هم بیکار بودند، شغلی نبود. شاید آقای برقعی هم عده‌ای از این جوانان رو دیده، که در همه جای ایران البته اینجوری بود که عده‌ای از جوانان در محل خودشون می‌نشینند
مخصوصا وقتی که بعد از ظهرها که هوا خوب میشه و سرد میشه مینشینن دور هم و با هم بازی میکنند. ولی این دلیل تنبلیشون اتفاقا نیست و ولی امکاناتی برایشون وجود نداشت. حالا من اینو دکتر اضافه بکنم که به همین دلیل بلوچستان عقب موند و وقتی که با رفیق مشترکمون داریوش همایون در اون روزگاران من باش صحبت کردم اصلا برش قابل باور نبود این که در استانی به اون مهمی مثلا در شهر بزرگ یک دبیرستان ادبی باشه و دیگه دبیرستان طبیعی و ریاضی هم نباشه. خب خود به خود دیگه دکتر پدید نمی اومد و اونهایی هم که معلمانی که بودن بیشتر معلمای خودشون دیپلم بودند که در همون سطح دیپلم درس می دادن و ولی این چهره داشت عوض می شد. یعنی زمانی که مقامات فهمیدند که خود شاه فهمید که بلوچستان بسیار عقب نگه داشته شده یا عقب مونده شروع کردند به بودجه های کلان. خود من دیگه بعد از اون در جریان کارها هستم و شروع کردن به سرمایه گذاری و ما هم خوشبختانه تونستیم در همون زمان تجارت رو آزاد بکنیم در بلوچستان که ظرف 2 سال تغییرات عمده‌ای در بلوچستان ایجاد کرد و بچه های زیادی تونستن به کشورهای مختلف جهان برن و درس بخونن. دانشگاه بلوچستان رو ایجاد کردیم، تعداد زیادی از جوانای بلوچ رو بدون کنکور به دانشگاه مختلف فرستادیم. بنابراین این بود. ولی آقای برقایی من چون کتابش رو آقای دکتر الان هم اون کتابی رو میکنید اینجا من دارم و آقای برقایی به عنوان یک ملی مذهبی ببین مشکل اون مذهبی بودنش درسته یک کینه‌ای که از زمان صفویه در بعضی از مذهبی ها به دلیل خانوادهشون منتقل شده بود، یک کینه از یک نسل به نسل بعد موجب شده بود که یک حرفایی رو بزنه که اصلا واقعیت نداره و بعدن جالبه که همین حرفای ایشون به عنوان سند مورد قبول بسیاری از مقامات قرار گرفت، فیلم ساختند، رفتن کارهای مختلفی کردن و خیال میکردن که اونچه این برقه نوشته درسته. همه اینها دروغ بود، شاید استثناءن جاهایی ممکنه چیزی رو مشاهده کرده باشه ولی بی‌انصافانه نوشته این کتاب رو. خب دکتر حسین‌پور اشاره کردی که در اون اواخر تغییراتی ایجاد شد، داشت ایجاد میشد. واقعا اگر این لعنت انقلاب به گردن ما نیفتاده بود چه طرحهایی برای بلوچستان داشتین شما که دستن در کار بودین؟ دکتر وقتی که من مشکل رو متوجه شدم، خب بیسوادی زیاده، بنابراین با آدمای بیسواد که نمیشه کارخونه درست کرد. ولی بلوچا تاجران بسیار بسیار خوبی هستند و من همین کاری که کردم از شاه اجازه گرفتیم که در اونجا تجارت رو آزاد بکنیم. وقتی که تجارت رو آزاد کردیم زاهدان تبدیل شد به یک دبی که هم افغانستان هم شرق پاکستان و هم در چی؟ در کرمان، خراسان، همه این مناطق می اومدند از اونجا خرید می کردن می بردن به جاهای دیگر ایران و منطقه رو داشتیم آباد می کردیم. و این طرح بعدی من این بود که بتونیم از این آدم هایی که به این صورت پولدار شدند کارخانجات ساده بسازیم که هم آب مصرف نکنه زیاد، برای اینکه منطقه رو که می شناختیم ما می دونستیم که جای کارخانجاتی مثل فولاد نیست. ولی من فکر کردم که مثلا لباس دوزی، منافع سازی، پیراهن دوزی که خب دبی پر بود از این گونه کالاها و زاهدان، به این فکر افتادم که یک سری از این کارگاه ها درست کنیم، کارگاه در واقع بسازیم، هزاران نفر هم بیاریم اونجا کار بکنن، تولید داشته باشن و کم کم این کارگاه ها رو تبدیل بکنیم به چیزهای مدرن تر که خب متاسفانه انقلاب شد و همه چیز به هم خورد. ولی آقای دکتر
اگر اون انقلاب نشده بود با اون انگیزهی که در میان بلوچه ها شروع شده بود، اون علاقهی به آینده، امید، اطمینان که ما داریم کار میکنیم، زندگیمون تأمین هست، میتونیم کارهای بهتر هم انجام بدیم، هم این از نظر درس و تحصیل بسیار تأثیر گذاشت و خود من که رفتم اونجا این یک امیدی برای مردم بلوچستان ایجاد کرد که اگر این غلامرضا حسین بور به عنوان یک بلوچ تونسته به موفقیت برسه بدون پارتی بازی، بدون اینکه کسی رو داشته باشه، پس این امکان برای ما هم هست. بنابراین به عنوان یک مدل این باعث امید برای همه شده بود و این کارهایی رو هم که کردیم عملا ثابت شد که مدیران باید در همه جای ایران بومی باشند که منطقه رو میشناسند. حالا دکتر جان یه اشاره دیگری اینجا بکنم، وقتی که انقلاب شد شاید این خیلی برای مردم ایران امروز مهم باشه، اون وقتا مهم باشه، وقتی که دکتر آموزگار به عنوان دبیر کل حزب رستاخیز ایشون همه، یعنی تازه شروع انقلاب بود، یک هفته دو هفته بیشتر نمی گذشت، همه تعدادی از استانداران، تعدادی از دبیران حزب رستاخیز، تعدادی از معاونان وزارتخونه ها رو دعوت کردن به یک جلسه ای که چیکار بکنیم. من وقتی که این دعوتنامه اومد من یه طرح آماده کردم، 29 سالم هم دکتر بیشتر نبود در اون وقتا، بله. یک طرح آماده کردم، رفتیم اونجا در جلسه که بودیم، پیش از این که جلسه شروع بشه اون طرح دادم به دکتر آموزگار و به چند نفر دیگر، داریوش و همایون، و گفتم آقا اینه بخونید پیش از شروع جلسه. وقتی که رفتیم در جلسه آموزگار پرسید که خب خیلی خوش آمدید و بسیار خوب، حالا بگید شما اومدید اینجا کی طرحی داره برای این اوضاع و احوال؟ یک نفر آقا دست بلند نکرد. بعدن من هم دیگه هیچی نگفتم، دیدم که دیگران دست بلند نکردن، یعنی طرحی ندارن دیگه. خود آموزگار گفت که حسین بور تو از همه جوانتری ولی با یک طرح اومدی، بلند شو بگو که کار باید کرد. من هم اونجا پیشنهاد کردم که اول از این آقایون بپرسید که در منطقه خودشون چه خبره. همگی یکی گفت که بله داره انقلاب میشه، مردم تو خیابون ها هستند. اون یکی هم حرف زد، اون یکی حرف زد. از من پرسید که خب بگو حسین بور در سیستان و بلوچستان چه خبره. گفتم در اونجا هیچ خبری نیست، مردم آرام نشستند، زندگی خودشون رو میکنن، تجارت خودشون رو میکنن و با این انقلاب هم سخت مخالفن. و گفت که چرا در اونجا مردم که یکی از فقیرترین استانهای ایران هست چرا در اونجا مخالفت نمیکنن؟ گفتند که برای این که خوشبختانه من اونجا هستم، مردم رو میشناسم، اون چی که مردم میخواد برایشون فراهم کردم، دارم فراهم میکنم و به من اعتماد دارن و در مقابل اعتمادی که به ما دارن من هم دارم خدمات بهشون میدم. از بقیه‌ای که اونجا بودن پرسید خب شما چی کار میکنید؟ اغلب گفتن که آقا من به عنوان کارمند، من فرستادند اونجا، نه من مردم اونجا رو میشناسم نه ارتباطی بهشون دارم. و در اون طرحی که من داده بودم اینطوری بود که این دولت اول عوض بشه، استانداران عوض بشن، رؤسای حزب رستاخیز همگی عوض بشن و از مردمان خوشنام و توانمند هر منطقه انتخاب بشن. یعنی چه وزیران رو بر اساس این انتخاب بکنن که سیاست مداران خوشنامی باشن که در یک منطقه نفوذ دارن، استانداران مال خود منطقه باشن که نفوذ دارن و مردم بهشون احترام میگذارن، همینطور چی؟ دبیران حزب رستاخیز، برای اینکه این سه لایه قدرتمند اون زمان بود. و بسیاری در اونجا مخالفت کردند. آقای دکتر تمام اون استانداران، رؤسای حزب، تعدادی از معاونان وزیران و دیگران که اومده بودند که کار رو، شغل رو با پارتی بازی گرفته بودند، میدونستند که اگر چنین چیزی بشه خب همش شغلاشون رو از دست میدن، مخالفت کردند. عده‌ای هم موافقت کردند. از جمله کسانی که موافقت کردند سناتور موسوی
پدر این دکتر کاوه موسوی موسوی. بله بله بله. ممنونم دکتر. اجازه بدید درنگ کوتاهی بکنیم. امروز سال روز تولد مرضیه بانوی نازنینه، مرضیه‌ای که در بین ما نیست ولی صدای جاودانش همیشه با ماست. هر کجای این آسمان و کهکشان و هر جا، نمیدونم کجایی، هیچ کدوم نمیدونیم به کجا میرویم، اما صدای جاودانه تو در سومین روز نوروز میشنویم. دوباره عجب زیبا بود شعر ملک و شعرای بهار، آهنگ از درویش خان و رهبری محمد شمس، همش زیبا بود. چه ارکستری، مرضیه بانو استحقاق همچه ارکستری هم داشت. دکتر حسین بور، یادت هست اون روزهای خوشی که نوروزمون این خوانندگان برامون میخوندن؟ یکی از تلویزیون ها رو نگاه میکردم، مراسم نوروزی گرفته بودن و رقص و آواز. همینجوری تأمل کردم، دیدم وقتی که سال 56 و سال 57 نوروز شد، تلویزیون هم برنامه‌های متعددی داشت، رنگارنگ و شوهای متعدد. واقعا نگاه کردم دیدم 43 سال پیش ما از حالایی که دارن پخش میکنن جلوتر بودیم. حالا تکنیک ممکنه بهتر باشه ولی کوالیتی، ولی اونایی که میمدن میخوندن، حتی خوانندگانی که هنوزم میخونن، اون زمان یه چیز دیگه بودن. پیوستگی با وطن چیز عجیبی است که من و شما دردشو خیلی وقته، چهار دهه داریم با پوست و گوشت و روحمون حس میکنیم. عزیزانمون یکان یکان رفتن. و دکتر حسین بود، دکتر قاسم غنی مرد برجسته ایست، پزشک، دیپلمات، وزیر، دولت مرد. یک نامه به دکتر مصدق می نویسه، خیلی نامه جالبیه، تو بحبوحه ملی شدن نفت. بیا آقا، بیا با این سر به سر انگلیسی ها نداره، اینا می زنن داغونت می کنن، یه جوری کنار بیا، 50-50 مثل کاری که عربستان کرده، 51-49، بیا برو بلوچستان، اونجا بدین تحقیق بکنن و چاه بزنن، مسلم به نفت میرسن و بعد چابهار بغلتونه، از اونجا ببرید چابهار با 4 تا لوله و نفت رو صادر کنید به جهان از چابهار. نه دیگه انگلیسی میتونه بیاد سراغتون، نه دیگه روسی میتونه بیاد نفت شمال رو بخواد. و خیلی برای من جالب بود، یعنی داریم در سال 30 اون موقع داریم صحبت میکنیم و دکتر غنی متوجه اهمیت بلوچستان هست. الان شما نگاه کن 43 ساله، حالا اینا میگن 8 سال جنگ، خیلی خوب، بعد از جنگ اینا هنوز نتونستن قرارداد حقابه ایران رو که مرحوم هویدا امضا کرد با احمد شفیق نخست وزیر افغانستان، اینا نتونستن احیاش بکنن. حالا دست به دامن طالبان شدن که بیان از طالبان کمک بگیره. و بعد من فکر میکنم که همین طرح چابهار که در رژیم گذشته داشت آغاز میشد، این اگر پیاده شده بود، امروز بلوچستان چه شرایطی رو داشت؟ واقعا اون برنامه که برای چابهار بود، پایگاه دریایی نظامی و اسکله های تجارتی، چه طرحی بود آقای دکتر حسین بور در اون زمان؟ ببینید، یک وقتی که اون طرح اصلا مطرح شد، ما هم پیشنهاد کردیم که بسیاری از طرحها که طرحهای ملی هستند غالبا به ضرر مردمان بومی تمام میشن در همه جای دنیا. بله، کم و بیش. بله. و ما این مسئله رو که مطرح کردیم، جالبه که مورد توجه قرار گرفت و پذیرفتند که هر طرحی رو که در هر منطقه از ایران اجرا میکنند، باید منافع مردم اون منطقه رو در بر بگیره تا اون طرح موفق بشه. بله. در غیر این صورت یک طرحی باشه با مردمان فقیر، این طرح دیگه طرح مردمی نیست. این بود که واقعا شروع کردیم به این موضوع پرداختن.
که حالا بیاییم ببینیم چگونه یک این طرحی رو که طرح ملی هست تبدیلش بکنیم به یک طرحی که ملی و محلی باشه. یعنی به مردم جواب بده در هر حال. که اتفاقا خب چون زمان نرسید اون طرح به همونجا موند، ولی الان یه طرح دیگری را آقای دکتر آوردن به نام طرح سواحل. بله بله. سواحل مکران، که این هم جالب هست. اولین حرفش اینه که ما در اونجا در حدود 5 میلیون نفر از مردمان دیگر رو بیاریم در اونجا مقیم بکنیم، و در ضمن به مردم هم گفتند که این زمین های شما رو ما ناچاریم بگیریم که برای اونها مسکن اینجا بسازیم. حالا مردم رو از زمین هاشون بیرون کردن، در اونجا ساختمان ساختن، و به خود مردم بومی که صاحب اون زمان بودند اجاره هم نمیدن. عجیبه. و همچنان دارن به این طرح ادامه میدن. که من چند روز پیش در یک جلسه بودم با دوستان بلوچ، همگی عصبانی، همگی ناراحت که این یک طرح بیشتر به جای یک طرح آبادی باشه طرح باکشوی قومی است، برای اینکه هر طرحی رو که اجرا میکنن قاعدتاً با مشارکت مردم اجرا بکنن، با تصمیم گیری مردم اجرا بکنن. و چطور میشه اصلا یه مملکتی رو آباد کرد که بخش بزرگی از مردمان آن فقیر و ناراضی و بعداً هم مجبور بشن به جنگ. بلوچ‌ها هم معمولاً زود دست به اسلحه میبرن. این هست که واقعاً جمهوری اسلامی همه طرح‌های سازنده رو تبدیل کرده به طرح‌های مخرب. دکتر سمبور، این حضور چینی‌ها تا چه اندازه گسترده است؟ چون ببینید یه طرحی است که اینا راهن بکشن از انزلی تا چابهار، حالا این یه طرحشون، یا از تایباد خراسان باز به چابهار که جاده ابریشم به نوع دیگری زنده بشه، بعد همزمان اجاره دادن دریا، اونم کف دریا. به نظرم بلوچایی که ماهیگیری یکی از مهمترین مشاغلشونه لطمه زیادی بهشون وارد کرده. در حدود 300,000 نفر از ماهیگیری در سواحل مکران و بندرعباس زندگی می کردن. همه اینها زندگیشون رو از دست دادن. کشتی هاشون، قایق هاشون، لانچ هاشون مونده و اونا رو آتش می زنن. جالب اینه که این قایقی رو که در اونجا بیکار مونده ماموران جمهوری اسلامی آتش می زنن. و اتفاقا یک کلیپی هم بود که یکی از این ماموران جمهوری اسلامی رفته بود اینها رو آتش زده بود، و بعدن یه دختری بهش تلفن میکنه و در اون تلفن با هم که صحبت میکنن دختر ازش میپرسه که کجا بودی با زرنگی، میگه که ما رفتیم این قایقها و جنگلهای اطراف اونجا رو آتش زدیم تا این بلوچا گورشون رو از اینجا گم بکنن. ببین این و اون دختره، این که حرف زده، همون کلیپ رو هم منتشر کرد، خوشبختانه که همه شنیدن. ولی این حرفا که به گوش جمهوری اسلامی نمیره. ولی چینی ها الان دارن دکتر در اونجا مستقر میشن. 5,000 نفر چینی نیروهای امنیتی، اینا باید جا داشته باشن. اینا چجوری کجا زندگی میکنند اونجا که آخر دولت که ساختمانایی از پیش ساخته نه که نداره، اونجا باز زمین های مرغوب مردم رو میگیرن و این زمین ها رو تبدیل میکنن به شهرک، برای اینکه 5,000 نفر نیروی امنیتی، 5,000 خانوار هستن دیگه. بله. هر یکی یک مسکن میخواد، یک خونه میخواد، و بعدن اون برای این اون زمین رو در کل در اختیار میگیرن و شهرک سازی میکنن، و تا چندین کیلومتر فاصله به هیچ کسی اجازه ساخت و درست کردن خونه نمیدن، و این خیلی خطرناک شده. به علاوه این که الان این تجربه رو پاکستان هم داره که در گوادر پاکستان
در بلوچستان هست اونجا هم همین کار کردن. حالا اونجا دولت پاکستان پولی رو که برای اون راه‌ها صرف کردن اون پول رو نمیتونه بده. چیکار کردن؟ الان بخشی از زمین رو، مردم ایران گوش بکنید، بخشی از اون تمامیت ارضی اون زمین رو چینی ها گرفتن، یعنی مالک شدن، صاحب شدن، در اونجا شهر میسازن، خونه میسازن و اون خونه ها رو به خارجی ها میفروشن. جالبه. و مثل این که این کافی نبوده که در سواحل بلوچستان پاکستان این کار رو بکنن، گفتن این به اندازه کافی برای ما پول در نمیاره، حالا نزدیک اسلام آباد پایتخت اونجا زمینای خیلی خوبی رو سرسبزی رو گرفتن و در اونجا هم شهرک میسازن، خودشون شهرکا رو میسازن با کارگاه ها، کارمندای خودشون، کارگرای خودشون، و خودشون میفروشن و اون سند مالکیت رو هم خودشون صادر میکنن. این شک نیست که در ایران هم اجرا خواهد شد. دکتر سمبور، این نکته خوبی انگوش گذاشتی. سریلانکا به همین درد مبتلا شد دیگه. یعنی در واقع سریلانکا تمام حاکمیت رو از دست داده، چون پول رو نتونست بده به چینیا، عملا مسلط شدن رو همه چی، به طوری که حتی جمهوری اسلامی رفت بهشون وام داد، سرمایه گذاری کرد که اجازه بدن حسینیه شیعه اونجا درست کنه. حالا چقدر شیعه تو سریلانکا هست که آدم بره حسینیه درست کنه؟ دکتر حسین، باورت نمیشه، من داشتم یه تحقیق میکردم، مینوشتم، نگاه کردم اینا در 170 کشور حسینیه، روزخونی و مسجد دارن. مثلا نوشته بود بورکینافاسو، میرفتم بورکینافاسو، میدم یه آخوند مفخور شکم گنده به عنوان نماینده ولی امر مسلمانان اونجاست، برادر زنشو برده وردستشه، خواهر زنشو برده روزخون زناست، 4-5 تا اینا اونجا قشنگ حقوقای دلاری میگیرن که 7 نفر پاشن بیان اونجا، مثلا روز تولد حضرت زهرا مثلا یا روز وفات فاطمیه بولا. و من واقعا حیرت میکنم اون وقت بلوچستان باید خاکش که در هیچ دوره از تاریخ. خیلی جالب بود، تو همین کتاب دکتر غنی و جاهای دیگه میخوندم که بلوچ ها چه اعتراضی به دولت قاجار میکنن سر اینکه از بخشایی از بلوچستان میگذره انگلیس ها متصرف میشن که بعدا جزء پاکستان میشه. یعنی بلوچ ها این غیرتمند بودن نسبت به خاکشون. و من واقعا آرزو میکنم چی؟ کار دیگه که نمیتونم بکنم، آرزو میکنم این روشنگری ها منجر به این بشه که بلوچ های ایرانی متوجه بشن روی سر اونها داره چه خیانت هایی میشه و چه اتفاقاتی داره در اون منطقه زرخیز. آقای دکتر حسین بور، من یادم قبل از انقلاب میگفتن هر گندم در بلوچستان چند تا بیرون میده، 100 تا چقدر بیرون میداد میگفت؟ بله بله، عجیب بود. وقت شما انواع میوه ها هم اونجا داشتید، از موز و هندوانه و خربوزه و نمیدونم گلابی، و خیلی جالب بود این منطقه. یعنی بعدم چقدر آب و هواهای متنوعی دارید در اونجا، خیلی جالبه. مثلا یه تیکه بغل آب بود، وضع آب چطوره دکتر؟ خیلی خراب ها؟ وضع آب رو به طور عمدی خراب کردن. ببین یه جای سدی ساختن که در پیشن اسمشه، که وقتی از چون اون منطقه رفتی از زاهدان که میری به طرف چابهار، اون وسط هست. و هدف این بود که در اونجا زمین های بسیار حاصلخیزی هست که برای چی؟ موز و انبه و اون خربزه درختی خیلی مناسبه، که اینا چیزایی هستن که همه جای هیچ جای ایران دیگه پدید نمیان. اون یه سدی ساختند و مردم هم موز کاشتند اونجا. چند بار هم تقریبا موز تمام ایران رو فراهم کردند. اون وقت برادر یکی از اقوام آقای روحانی که چی امتیاز وارد کردن موز داره، ایشون آره دستور داد که اون آب اون سد رو بستند، اون مزارع همه از بین رفتند، خشک شدند و
و فیلم ها رو داریم که آقا این مزارع موز همه از بین رفتن و اون درخت های دیگری. آقا اگر این جمهوری اسلامی نیومده بود ما می توانستیم میوه بخش بزرگ ایران رو در چهار فصل فراهم بکنیم. برای اینکه آقای دکتر برعکس اونجا میگن بلوچستان سرزمین بی آبی نیست، آخه چجوری این جمعیت عظیمی که حالا در حدود 25 تا 30 میلیونش از دست قاجرها فرار کردن رفتن به پنجاب، آخه اینا چجوری زندگی میکردن؟ لابد آب بوده اونجا و آب فراوان هم بوده. آره سیستان که تا همین اواخر معرکه بود واقعا حاصل خیز. آقای دکتر شما الان که از زاهدان که برید به طرف سیستان یک دشتیست که هیچی توش نیست. اجداد ما تعریف میکنند که وقتی که شما اون از زاهدان که رد میشدید آقا این یک جنگل بود، جنگل نیزار بود، کیلومترها نیزار بود، دریاچه بود، دریاچه بود. اون وقت این نیزار و این دریاچه اون حیوان بزرگی رو که الان دیگه اصلا برافتاده، نسلش برافتاده، گاو سیستانی رو درست کرده. بله بله. که بله. کی میگه تیمور لنگ وقتی که من رفتم سیستان برای دیدن قبر رستم دیدم که چی یک عده‌ای به استقبال ما اومدند و گرشاسب پادشاه اونجا بود و اومد با یه حیوان عجیبی که ما اصلا ندیده بودیم که مثل اسب تند میدویدند و شاخهای بزرگ داشتن. این همین گاوهای سیستانی بود که به اندازه اسب تند میدویدند. حالا شما بگید دکتر با این گاو که مثل اسب میدوه چه کسی میتونه مقابله بکنه؟ اون جوری بود. الان اخیرا شنیدم که یه عکسی رو گرفتن گفتن که آره این عکس افسانه‌ایه، یعنی گاو سیستان رو گفت میگن این یه زمانی نمیدونیم تو داستان ها اومده. ببین سیستان و بلوچستان سرزمین پر آبی است، اگر اداره میشد واقعا چهره منطقه رو تغییر میداد. دکتر رسیدیم به پایان برنامه ولی واقعا ازت ممنونم، اطلاعاتی که دادی خیلی برای ما لازم و واجب بود همه مردم ایران بدونن و من مطمئنم مردم دلاور بلوچستان تحمل خفت و خاری رو نخواهند کرد و روز دیگری ما میبینیم که خورشید بلوچستان بر آبها تلالو پیدا کنه و نیزارها بلند بشه و حسین بار عزیزم دوباره بتونه به مردمانش خدمت کنه. فقط دکتر جان یه پیام یه جمله دارم از مردم ایران میخوام که به سیستان و بلوچستان سفر بکنید. بله. برید اونجا مردم رو بشناسید، اون وقت میدانید که مردم بلوچستان خیلی فرق دارند با اون چه که رژیم میگه. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده به اتفاق دکتر حسین بور عزیز. تا دیدار بعدی در پناه پروردگار. Thank you.